ښه درنو اوریدونکو لیدونکو بیرته راوګرځېدلو، هیله ده چې دغه سندره مو خوښه سوې وي. اوس به نو د خپرونې بل مطلب باندې پیل وکړو. هغه بیا هم د امریکا او د طالبانو د هوکړه لیک یوه برخه ده چې د امریکا تعهدات یا ژمنې بیانوي او د هغو د عملي کولو دپاره هغه میکانیزم چې دغه سوی دی وضع سوی دی. ښه، امریکا ژمنه ده چې ټول پوځي ځواکونه به او غیر دیپلوماتیک ملکي پرسونل د امنیت خصوصي قراردادیان روزونکي او سلاکاران به په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه وباسي. د دې لپاره به امریکا د لاندې عملی ګامونه اخلي. په 15 ورځو کې به د لاندې چارې ترسره کوي. اول به د امریکا پوځونه به له 8600 ته راټیټوي، او د مهدینو د متحدینو پوځونه به هم په همدې تناسب باندې راټیټیږي. دوهم به امریکا او متحدین به ټول پوځیان له 50 اډو څخه وباسي، یوازې له 50 اډو څخه به وباسي په دغه 115 ورځو کې چې دا کار سوی دی. همدارنګه کله چې طالبان په خپلو ژمنو باندې مخکې مپاتېره اونۍ کې مو د طالبانو په ژمنو باندې خبرې وکړې، کله چې طالبانو هغه ژمنې سرته ورسولې او خپل مکلفیتونه یې عملي کړه، امریکا او متحدین به لاندې کارونه ترسره کوي. اول به پاتې پوځونه، څونه پوځونه چې پاتې دي، به 8600 پوځ چې دي هغه به په 9.5 میاشتو کې له افغانستان څخه وباسي. دا تاریخ چې تعین سوی دی، هغه وخت چې دوی دا قرارداد امضا کړی دی، له هغه وخته مدار اعتبار دی. او بل دوهم به امریکا او متحدین به ټول ځواکونه د پاتې اډو څخه نورې 15 اډې خو به په 115 ورځو کې وي، په پاتې اډو څخه به هم خپل پوځونه وباسي. همدارنګه امریکا ژمنه ده چې ټولو خواوو سره خبرې پیل کړي تر څو پوځي او سیاسي بندیان له بند څخه آزاد کړي. منظور یې له دې څخه د افغانستان له حکومت او له طالبانو څخه ده چې تاسو ولیدئ د افغانستان حکومت 15000 بندیان له بند څخه خلاص کړه، او طالبانو هم زر بندیان د افغانستان د حکومت زر بندیان له بند څخه خلاص کړل. امریکا به دا کار چې کوي په هغه وخت کې تاسو خبرې ډېرې تیزی او کم زیات وي، دوی به له دواړو خواوو سره تفاهم کوي. دا دغه نه دي، باید خبره نسته. امریکا به له دواړو خواوو سره خبرې کوي، د دې لپاره به شرایط برابروي چې 15000 بندیان له هغې خوا او زر بندیان له بلې خوا څخه له زندانو څخه خلاص کړي. په همدې ترتیب بیا هم هغه د مارچ په 10 نیټه چې د به د مارچ تر 10 نیټې پورې دا بندیان خلاصیږي، چې دا د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکرو د پیل ورځ هم بلل کیږي. او دغه دواړه خواوې به کوم بندیان چې له دوی سره دي هغه به په 3 میاشتو کې، یعنی دا دفتن په 1 ورځ یا په 2 ورځې باندې نه دي، په 3 میاشتو کې به دوی دا بندیان له بند څخه دغه کوي خلاصوي. خلاص درته وایم چې وخت کم پاتې ده. د افغانانو خپلمنځي خبرو په پیل کېدو سره به امریکا هغه بندیزونه او د
یو د انعام لیستونه ولو چې امریکا د طالبانو په سر باندې انعام یې کوي وو چې که دا سړی موږ ته په لاس راکړي یا یې پته راته راکړي دونه بخشش ورکوو یا انعام ورکوو. دا د انعام لیستونه وو. نو دوی وایي چې هغه بندیزونه چې په طالبانو باندې لګول سوي وو او هغه چې انعامونه بخششی د دوی د طالبانو په سر باندې ایښي وي دوی به د طالبانو غړي به له دې دغه بندیزونو څخه وباسي. دا به د افغانستان له حکومت سره په مشوره کوي. د افغانستان حکومت دا ذکر دی چې د افغانستان حکومت سره به په مشوره کې دا کار کوي او همدارنګه د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیل کېدو سره به امریکا د ملګرو ملتو د امنیت شورا او د افغانستان د حکومت سره د دیپلوماتیکو اړیکو او هلو ځلو په نتیجه کې د طالبانو غړي د بندیزونو لیست څخه وباسي. امریکا او متحدین به د افغانستان په سیاسي چارو کې دا بله ماده ده چې امریکا او متحدین به د افغانستان په سیاسي چارو کې په جغرافیایي حدودو کې او د کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي او مداخله به نه کوي. دا وو د امریکا تعهدات چې طالبانو سره یې کړي وو. دا په هغه صورت باندې دي تاسو به پاملرنه کړې وي چې که طالبان خپل تعهدات ترسره کړي او خپل مکلفیتونه او خپل ژمنې ترسره کړي دا به په هغه صورت کې دا عملي کیږي. اوس نو قضاوت په دې باندې دی چې آیا طالبانو خپل ژمنې ترسره کړي دي. موږ د طالبانو ژمنې په تېره اونۍ کې بیان کړلې. دوی خپلې ژمنې هغه ژمنې ترسره کړې دي چې دغه به اجازه نه ورکوي نورو تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې فعالیت وکوي. جنګ زیات سوی دی، مړینه زیاته سوې ده، هدفي وژنې زیاتې سوې دي. داسې هر چا کړې دي. موږ دا نه مشخص کړو چې چا کړې دي. دا طالب کړې دي، دا داعش کړې دي، دا هغه کړې دي، دا هغه دا نه ولې خو چا خو کړې دي، یو چا خو کړې دي. نو دغه ژمنې یعنی ناقصې دي، ترسره مکلفیتونه ترسره نه دي رسوي. دا و په لنډ ډول سره د امریکا او د طالبانو د هوکړه لیک په هکله یو څه معلومات. کله چې د دې زموږ مقصد له دې څخه دا و چې وخت دا مذاکرې پیل کیږي، دغه د سبا یا بل سبا به پیل سي، نو دوی به همدغه قرارداد یا دغه هوکړه لیک چې دی چې په هغه مذاکرو کې اساس او قبول سوی ده، په همدغو به دوی خبرې کوي، دغه به سند راوړي. بله مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. به این توفیق نو که شما رو گفتین انوان نو ایر فکر بکنم بسته اینده هم سیاست مدارو شخصیت های با تجربه زنگ میزنن و صحبت میکنن. بله. چون شما بسته لحظان کم مونده. بله. دقیقی منتظر افتا اینده گفته خود شما میگوشیم. بله. اما پیش از این که من خدافزی کنم چون می پرشن اجار و بیننده های شیر شکر خود داره می خواهیم اک شیر به پرشن اجار بگویم ایشان به ما بدری بگویم. زما جانانا بیغیر لطانا به ما ودانا دنیا ورانا. جانان ما بغیر از تو بدون تو فر دوم شه بگوین. زما جانانا بغیر لطانا بدون تو به ما وادان می باشی و دنیا وران می باشی. یعنی دنیا ویران می باشی. وران یعنی ویران. بدون تو جهان آباد دنیا. جهان آباد دنیای آباد آباد ما ویران می باشد. یه وقتی که عشق و محبت باشد بین فامیل، بین وطن، بله. هم خانه آباد می باشد، هم وطن آباد می باشد. امید از این که همگی به یک دیگه احترام داشته باشن، محبت داشته باشن و عاشق هم دیگر باشن. تشکر خوار گل نازم. تشکر از برنامه خوبتان. تشکر از خود خوار گل نازم. بسیار یعنی از شعر زیبای دی شعر یعنی ای بر من بسیار یک
کلان یک پیغام بود که به من خودت دادی و این شیر نازنینه که به من گفتی خوار گلم، این شیرت در قلب خود نگاه میکنم، در پیش خود نگاه میکنم و همیش سر از این فکر خواهد کردم چی یک خوار گل داشتم. تشکر 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 جان سپاس، تشکر جان سپاس، با شما هم چنان خوار گل، با شما هم چنان، خدا حافظ جان. خب دیگه غوث جانم گپای خود گفتن. بله بفرمایید. بله سلامونه بیام. سلامونه دوستان. علیکم سلام. پښتنو کې یو رسم دی چې یو د بل ورپسې وي. نه یو بل دی ورپسې وي. زه به خپل یو وزر تاسو ته وړم. مهرباني. مهرباني وکړه. سفر وکړئ. سهار په سفر. مهربانی وکړه. تشکر. آشنا پرند دوست درگو تصویر نکل و آشنا پرند دوست درگو تصویر نکل و یا رو که می سفر دی تو یاد نکل و بله شیر خواست تا تندی که می نیستوی درگی که کم شیر خواست تا تندی که می نیستوی درگی که کم نم خبر سوی زرگی تا خورنه دلوام سمره خایسته چه کلی خرابات و تر رندان و میخوران بود بس آقا تس با هاو که تس جامونه دلوام دیره خایسته دیره خایسته ولی شده یادم اوندم زی ایک رام دیخ کلی نیم دمی زرگی که نده سواری بله دیر خوری دیر مننه لطم دیر مننه لطاسنا دیر مننه کم دیر خوری خور دیر پزرپوری و دیر مننه کم لطاسنا وروده برادر ما بسیار یک شیر زیبایی را سرودن، بسیار شیر خوب پرمانا بودن، همه الفاظش یک مانایی داشت و بسیار یک شیر زیبایی بود. دیگه چون دست دقایق آخر برنامه هستیم دیگه راستی برادر دیگه ما استاد پوانتون پشاور بودن که زنگ زده بودن چون به پشتو میفتن دوستای ما که نفهمیده بودن اونا سر میولور افغانا گفت زدن که دخترها و خانمها را سرشان بسیار فشار است و فشار ولور است و وقتی که عروسی میکنن و از بهشان پول میخواین و پیسه میخواین بسیاری هایشان به اینمی رقم خودکشی ها کردن، به اینمی رقم از بین رفتن، فامیلا بسیار خشونت خانوادگی پیدا شده و دیگه همچنان در قسمت افغانا گفتن که بسیار حالت زندگی هایشان از افغانا هم در کنار نزدیک ما سنگ تاجکام هستن، ازبکام هستن، در خود شهرشان هم جایی که بود باش دارن در پاکستان گفتن حالت افغانا بسیار خراب است، بسیار وخیم است. دیگه سر از اینا هم یک صحبت ها شوه سر افغانایی که در پشاور زندگی میکنن بر از اونا هم برنامه بگیرین و صحبت های خوب کردن باز در انشاءالله در برنامه آینده باز سر از اونا هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم چون وقت برنامه کم است و برنامه خلاص شده. رو وقت تام است که از بهار تیوی و سوهیل تیوی جهان سپاس میکنیم که بر ما همین وقت میگذارن و از اینا جهان جهان سپاس که به ما وقت میدن و هیچ پیشونی ترشی نمیبینیم از اینا و یک ساعت و مده ساعت هم شده به ما نگفتن که چرا برنامه زیاد شده. آقای جبار خیر صاحب و ایدری صاحب محترم جهان سپاس، از سوهیل جان و گل جهان سپاس که همیشه زحمت میکشن و میاین و با ما
مهیا میسازن برنامه را به روزش به تایمش به وقتش. دیگه جهان سپاس میکنیم از شما و دیگه از دوستایی که بر ما زنگ زدن، شخصیتی های بزرگواری که بر ما زنگ زدن، واقعا به شما افتخار میکنیم، واقعا که انسان های با شخصیت بودین، واقعا که همه شما که امروز زنگ زدین راستی که با شخصیت انسان های والا، انسان هایی که راستی به شما افتخار میکنیم، فخر ماستین. و از این که مریضای ما زنگ نزدن دیگه و اونا هم گفتیم که خیر است که اگه اونا هم کدام مزاحمت کردن یا زنگ میزنن اونا هم خیر است، به جمله مریضا فکر میکنیم اگه مزاحمت میکنن یا خلال میکنن. دیگه ما کوشش داریم که داینده همه قسم انسانهای با شخصیت را با خود داشته باشیم که امروز زنگ زدن، همه تو خداوند افغانستان همه تو با شخصیت بسازه، همه مردم ما را، همه فرد فرد افغان ما را، جوانای ما را، خردسنای ما همه شون همه تو قلب پاک داشته باشن، نیت پاک داشته باشن، عقده ها گم شو از بین مردم افغانستان، از بین مردم ما، از بین خرد و کوچک کل عقده گرفتن، عقده ها را پلیز گم بسازین و باور کنین که در خانه های خود شیشته ایم، در پشت سر ما و شما گپ ها میزنن، این مرض گرفته مردم ما را، در فامیلا مرض پیدا شدن، مریض هستن. خب باور کنین خود ما در اینجا شیشته ایم، داستان های ما در گوجه ها میره که هیچ از قسام خبر نداریم، بسته داستان جور کردن و بسته حتی فامیلایی که داخل خانه هایشان میشین کوشش کنین افغان های ما خود اصلاح بسازین داخل خانه هایشان که برین پس براین در پشتان یک داستان جور میکنن، حتی خشونت خانوادگی که خود سرپای یک میمان خود ختم میکنن و همون میمان بیچاره که در خانه هایشان برن و اونمو را در سرش یک گپ و یک سخن ختم میکنن، کلش مرض است. از این مرض خود دور بسازین، از این تکالیف خود دور بسازین، از جلسات خود دور بسازین. تکلیف دارین همین مریضای خود را میگیم شما باور کنین که اگه خود اصلاح کنین افغانستان اصلاح میشه. یعنی من از شروع خانواده افغان ها شروع کردم که از خانواده شروع میشه تا به ملک و وطن و میهن ما میرسد. دیگه پلیز امیره لطفاً لطفاً از این شروع خانواده از خود اگه شروع کنیم، اگه ما از خود شروع کنیم، اونا از خود شروع کنیم، هر کس از خود شروع کنیم، افغانستان گل گلزار میشه. دیگه اخدا ها را بگذاریم، اگه برنامه میشینیم برای یک ساعت دو ساعت میشینیم، امو که به یک هموطن تان زنگ میزنین و میگین که من خوش هستم که امروز یک برنامه ساز خود میبینم که اگه زحمت میکشه یا میشینه برای ما یک رسانه رو جور میکنه، یک اخبار رو میگه، از او بر از او زنگ بزنین، ابراز خوشی کنین، تشکری کنین، از او چیز نمیره. اگه شما مثلا اگه تامین هم میکنین، تامین جایی نمیگیره، به عنوان یک مریض یک بی‌شخصیت گفته میشین، دیگه چیز رو نمیگیره. و دیگه افغان های ما زمیال شروع کنن، زمیال که ما شما از خود اصلاح پذیر شروع کنیم، جامعه اصلاح میشه اگه از خود شروع کنیم. دیگه باز باشه داینده، دیگه به من خاطر زر صحبت کردم سر خود ما که ما افغان های کم زر تکلیف داریم، امیر اصلاح بسازیم، کوشش کنیم. از این شروعی که در خانه ما میمان مدراید، دروازه را تا تق تق میزنه میمان مدراید تا که پس بره بر از او داستان ها جور میشه، داستان ها و پشت سر از او گفته میشه، تلفون ها گرفته میشه و خود تبارز میتن، یک شخصیت خوب نشان میتن، میمانه یا نفر دیگر از خود که پایین تر نشان میتن. نه، هیچ وقت شخصیت کس پایین به گفتار شما نمیشه. شما مریضا ما میفهمیم که مریض هستین، اما انسان هم شخصیت خود اگر پایمال نمی کند اما قابل شما خود آرام میگیره. یاد داریم ما خانم بر من گفتن، خانم به مسنجر من بسیار خانم ها را دارم میگویند که ما میریم، ما مثلا در خانه خاله میریم، در خانه ماما میریم یا کاکا میریم، در پشت ما تبصره ها میشه، پشت سر ما گپ زده میشه. و یک دختر کاکایشان بود به خیالم که گفت من یک دختر کاکا دارم بسیار جلس هستم، من از خود میگه خبر ندارم، میگه پای خود پیش کرده، در فامیلا خود یک شخصیت نشان داده، در فامیلا خود ما میخبر نی، پشت سر من میگه اق داستان نشته که با باز طرف مقابلم در تلفن برازم خو راست میگه یا کیستن مریض هستن، بازو هم برش میگه خو راست میگه خوه تو شده باز آینه تو چی که نظر من اگه به دختر کاکایم نظر به من میخوای که خود تبارز بده، خود دختر کاکایم میخوای که سر باشه، یعنی یک رقم بر از او احترام داشته باشه. میگه دیگه دخترای کاکای مرا مرا غیبت من میکنه، میگه وقتی غیبت مرا میکنه بر از این شعباس میگه و بر از این خو میگه، بر از این میگه خو تو پرفکت است یا او دختر کاکای تو استوپت است و اوتره. میگه من خبر نی تا که بالاخره میگه خبر شدم که پشت سر من چی یک داستان کلان جور شده، کلش دروغ.
اینه تو افغان ها داریم، همیشه پشت از او بیچاره دروغ جور کرده، دروغ سازی کرده و پشتش گپ زده و دگه کرده و او کمبخت از این چیز خبر نیست پشت خود. و یه چیز که ما بر از او گفتم که این مردم ها مریض هستن، تو خنده تکو امرایشان گذشت که خیر است که اگه پایان هم هستن، سوادشان هم پایان هست. سواد دهی نمیگه که چی که این سواد قلب و سواد مفکوری داخلی انسان دیگه چیز است. و اگه اونا گفتم چی خودت گذشت که خیر است، دیگه خنده تیرش کو، دیگه خنده بگو که ما خودت میفهمیم، ما چیز رو نمیفهمیم، هر گپی که میزنی درست است. و او پیش وجدان خود خجالت میباشه که هر گپی به تو زده یا به تو داستان جور کرده یا گستوری جور کرده یا میخواه که تو رو به زمین بزنه یا میخواه شخصیت تا کم بیاره یا دیگه. او خودش عقده داره، او به مو عقده خود میخواه که خدا آرام بسازه. و بر از او بسیار گپا زدم و یک قدر بر من از من تشکری کرد و بسیار خوش شد و گفت که ما از اون روزی که خودت با ما صحبت کردی، فقط گفتم وجدانت، گفتم وجدانت پیش خود قرار بده، در وجدانت که وقت پاک بودی که هر قدر برات گپ زدن قناعت نکنی، در پایشون قانع نشی. و همه تو اگه بسیاری دختر کاکایت قدر جلس است که برای تو داستان ها نشته میکنه و قصه تو را کردم، امور بگو که امور خودت باش، امور جا باس کلگی باش، امور کل فامیل هم دست بگی، سرکلشون بازگیری کو. اما ما دیگه امرایت نمیخوایم، هم صحبت باشم نمیخوایم امرایت، خودت گفتم خودت دور بساز. خودت مثلا میفهمی که سر از امو دختر کاکای ما یا فامیل کاکای ما بد میخوره که ما زنگای میره اونا کتمند تو جلسه ده. گفتم خودت نه زنگ بزن نه ارتباط تا که اونا اصلاح شون، اصلاح نشدن به خدا بسپاریشان. تو پیش وجدان خود پاک هستی، پیش خود باش، مگر انسان پاک باشه بی پاک باشه. خب باز گپا میره بسیار است دیگه، همین جای ختمش میکنیم دیگه. هر جایی که هستین بیننده عزیز خوش باشین، آرام باشین. تشکر از اینکه با ما تعامل کردین، برنامه را تا یک ساعت یا دو ساعت که دیدین تشکر میکنیم. و در جایی که هستین خدای پاک در حفظ پناهتان باشه، همه تان به خداوند پاک میسپارم. درنو لیدین که آوریدین که به خدای مسپار و روغ خواک و سی تراتون که اونی پوری دیست از خدمت که حضیبی بود. خلافظ همه تان.